فروغ کنانی، پژوهشگر علوم اجتماعی از فرانکفورت. توماس خانم کنانی همین الان هم در دروس مدارس جمهوری اسلامی کم نیست آموزش های دینی، از کتاب دینی بگیری تا آموزش های دیگر، معلم های پرورش فرهنگی. چقدر فکر میکنید که آوردن مساجد به مدارس به این شکلی که میگن میتونه خطرناک باشه واقعا اونطور که بسیاری میگن؟ درود بر شما. ببینید، به هر حال آموزش های ایدئولوژیک در هر کجای دنیا که اتفاق میفتند یک اشتباه استراتژیک در مسئله تربیت بچه ها به خصوص در مدارس است. یعنی آموزش های اتنیکی، آموزش های دینی و یک چنین مسائلی اصولا فقط برای دادن آگاهی به بچه ها بایستی در مدارس باشن، نه اینکه شما اونها رو وارد سیستم آموزشی کنی که پایه مدرسه رو از مدرسه و از تعلیم و تربیت به مسجد و پرورش مذهبی تغییر بدید. یک مقاله خیلی جالبی در این زمینه ادوارد گلیسر داره در سال 2007 که اشاره میکنه چطور یک ربط مستقیم مثبتی بین دموکراسی وجود داره و آموزش های نرمال در مدارس. اما اگر بخوایم با تفکر یک دیکتاتور به قضیه نگاه کنید، طبیعتا میبینید که سعی میشه از همین مجرا استفاده کنند که به گونه ای اون ایده ها یا اون ایدئولوژی های خودشون رو برای نسل بعد ساخته و پاخته، آماده پذیرش و به قول معروف بعدها پردازش کنن. اما مسئله که اینجا مطرح در مورد جمهوری اسلامی اینه که در همین خیزش انقلابی زن زندگی آزادی ما به خوبی دیدیم که قسمت اعظم از کسانی که در این تظاهرات ها به خصوص فعال بودند همین بچه هایی بودند که ما به نام نسل زد میشناسیم، یعنی بچه هایی که نیمه دوم دهه 90 میلادی به دنیا آمدن. خب یعنی طبیعتاً در بحبوحه انقلاب و در فضای آموزش و پرورش انقلاب بسیاری از اونها حتی از پدر مادر هایی که بعد از انقلاب به دنیا آمدن. من سوالم این هست، آیا جمهوری اسلامی پاسخی گرفته از این قضیه؟ آیا این جز یک عذاب مضاعف برای بچه هایی که در مدرسه هستن؟ همین الان هم سیستم آموزشی در ایران بسیار آسیب خورده است. به گواه متخصصین لزومی نداره من بگم، کافیه یک سرچ ساده بکنید یا به صحبت های متخصصین گوش بدید که به چه ضعف هایی اشاره می کنند، چه از لحاظ آموزشی و الان هم که می بینیم چه از لحاظ پرورشی. من فکر میکنم که بله میتونه خطرناک باشه، اما مهمترین خطری که در پیش داره جناب فرد، مشکل اصلی اینه که بچه ها یاد میگیرن که در مدرسه چیزی که به اونها آموزش داده میشه به گواه جامعه، به گواه تربیت پدر مادر و به گواه عقل سلیم ممکنه محلی از اعراب نداشته باشه. یعنی وقتی شما آموزش دینی رو که ممکنه باب میل همه افراد جامعه تو نباشه و حتی یک اکثریتی وارد فضای آموزشی میکنید، انگار به بچه دارید یک دروغ رو آموزش میدید و وقتی بچه دروغ رو آموزش بگیره تصمیم میگیره که به صورت انتخابی انتخاب کنه که کدوم آموزش خوبه و کدوم آموزش بده. بعد شما وقتی قوانین رو هم آموزش میدید، یک اتفاق بدی که میفته ممکنه بچه فکر کنه که مدرسه‌ای که به من آموزش دینی دروغ میده طبیعتاً میتونه به من آموزش دینی در آموزش اشتباه دروغ یا غلط در مورد قوانین هم بده. یعنی در واقع یک جنگ پنهان بین حقیقت و واقعیت برای بچه ها و برای خانواده ها پیش میاد. بچه مدام باید بین ارزش هایی که خانواده میگه و ارزش های دروغونی که حکومت دیکتاتوری بهش داره اعمال میکنه انتخاب کنه. این فکر میکنم مهمترین خطریه که سیستم آموزش رو برای بچه ها غیر قابل اعتماد میکنه. حالا بحث ما در مورد مدارس هست، ولی این تبلیغات مذهبی همه جا هم هست دیگه. یعنی صدا و سیما هم عملا در تسخیر اونها هست، بیلبورد های شهر هم در نقاط مختلف ایران همینطور هستش، یک سره در حال تبلیغات پروپاگاندای مذهبی هستند. ولی به نظر میاد در این حال خود بعضی از مقامات جمهوری اسلامی هم از آن دارن که شاید اونقدرها توفیق نداشتن و میگن خودش تا اندازه باعث جدایی و دوری از دین شده. طبیعتا میشه. اتفاقا به گواه متشرعین الانسان هریسون به مامونه، یعنی بر چیزهایی که من میشن معمولا در جوانان و نوجوانان هم بیشتر میبینیم افراد حریص‌تر میشن. در مورد بحث مذهب هم همینه. شما یک زمانی ببینید بحث اصلی اینه، ما وقتی از سکولاریسم یا حتی از لایسیته صحبت میکنیم داریم میگیم که هیچ اشکالی نداره که افراد باورهای دینی داشته باشن، بسیار هم اتفاقا خوبه یک کسی به یک چیزی باور داره، اما این یک پدیده شخصی هست. وقتی شما این رو ور میدارید وارد قوانین میکنید، وقتی این رو ور میدارید به بیلبوردهای خیابان ها میرسه، وقتی این رو وارد شعائر روزانه تون میکنید، و از همه بدتر
وقتی اینو وارد آموزش و پرورش مدارس میکنید، دیگه این یک بحث شخصی نیست، دیگه این اعمال قدرت من به خاطر باوری که دارم بر شمایی و به عنوان اون کسی که اصلا ممکنه به اون قضیه باوری نداشته باشید، مشکل اینجا شروع میشه. اما مسئله این هست، حقیقت اون چیزیه که خارج از فضای ایدئولوژیک و پروپاگاندای جمهوری اسلامی تمام هموطنان ما، تمام همشهریان ما میتونن ببینن. شما در فضای مجازی که یک نگاهی بندازید، در حالی که فقط فضای ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نیست، شما میبینید در دنیای آزاده برای مثال غرب چه میگذره، میبینید جوانان چطور میتونن یک زندگی نرمال رو تجربه کنن، چطور میتونن از آموزش به دانشگاه به مرحله کار یک زندگی نرمال عاطفی و و و برسن. چالش های زندگی برای همه هست، اما راجع به این نرمال بودنه دارم صحبت میکنم که در فضای ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی گمه. بنابراین طبیعتاً یک چالش روزانه، یعنی انگار که مردم ما به یک غم دائمی و به یک خشم دائمی خو میکنند به خاطر اینکه مدام چیزهایی میشنوند که نمیخوان بشنوند. این مشکل واقعاً یک مشکل روانی اجتماعی بزرگ برای جامعه میشه. ممنونم از شما. فروغ کنانی، پژوهشگر علوم اجتماعی از فرانکفورت.